خب در مورد نحوه کامنت گذاری توی جاوا اسکریپت صحبت بکن. اگر بخواید سینگل لاین باشه از دو تا اسلش، اگر میخواید مولتی لاین باشه از عین چیز عین سی اس اس، این مولتی لاین لاین جی اس، و شما میتونید چند تا خط قرار بدید، میتونید ازش استفاده بکنید. نحوه کامنت گذاری هستش توی جاوا اسکریپت مهمه. به هر حال باید شما توی همه زبانه برنامه‌نویسی نحوه کامنت گذاری رو بلد باشید. HTML که یاد گرفتید، CSS رو هم یاد گرفتید، ایشون رو هم باید یاد بگیرید. خب بریم سراغ نحوه تعریف کردن. Define variable in the JS. خب چجوری میتونیم وریبل تعریف بکنیم؟ ببینید توی همه زبانه برنامه نویسی مثل اونا قطع شدن، یه داره فیلم رو نگه اتا. خب بریم ادامه درسمون. بحث وریبل رو چجوری میشه تعریف کرد توی زبانه برنامه نویسی؟ ببینید تو زبانه برنامه نویسی اونایی که رول پذیرن مثل سی پلاس پلاس، مثل جاوا، مثل سی شارپ، دوست خوبمون سی شارپ، این سی شارپ خیلی منفوره حالا کار نداریم، اینا چجوری هن؟ چجوری میشه تعریف کرد؟ نها کنیم مثلا برای هر چیزی که میخواید استفاده بکنید باید تایپش رو بنویسید. مثل استرینگ، من بعد استرینگ تایپش رو میخوام استرینگ بنویسم باید قرار بدم، یعنی مثلا عدد میخوام بنویسم نامبر، مثلا بایت دیگه، مثلا اسمال و و و مقادیر رو باید حتما میخواید به متغیر تعریف کنید، حتما من تایپش رو قرار بده. خب خوبیه زبان های اوپن سورس مثل پی اچ پی، مثل پایتون، مثل جی اس جاوا اسکریپت، خب این خوبیش اینه که شما نیاز نیست اصلا بیاید تایپش رو مشخص بکنید، فقط و فقط باید یه سری از نشانه ها استفاده بکنید. مثلا پی اچ پی بخواد متغیر تعریف بکنه یه دالر باید اولش بزنه، پایتون که هیچی نمیخواد وله، یعنی شما فقط یه اس بنویسید. جی اس نه، جی اس داره میگه میخوای از من استفاده بکنی، جاوا اسکریپت میگفت از ور استفاده بکنید، حالا وار درست هم من ور میگم، ور استفاده بکنید توی اکما اسکریپت یا ES6 به این ور. اکما اسکریپت که شما باید توی این دوره یاد بگیرید که بتونید به ریاکت در واقع ایمیگریت بکنید، گفتش دیگه از ور استفاده نکنید، از لت و کانست استفاده کنید. تو ریاکت از لت و کانست استفاده میشه، توی جاوا اسکریپت شما از ور هم میتونید استفاده بکنید. خب پس من میخوام اگر متغیر تعریف بکنم توی پروژه هم شروع کنم استفاده بکنم، باید بیام از این سه نوع استفاده بکنم، ور، لت، کانست. چه جوری میخوام بریم شروع کنیم استفاده کردن؟ خب یه سری قوانین رو در نظر بگیریم. ببینید مثلا شما اومدید نوشتید document.write و اینجا مثلا نوشتید hello world، اومد hello world هم قرار گرفت. ببینید من سمیکالن نذاشتم. زبان جاوا اسکریپت خیلی شبیه به زبان پایتون از یه لحاظه، نه واقعا شبیه باشه ولی یه لحاظه شبیه هم. اینی که شما هر خط کدی که می نویسی باید بیای اینتر بزنی بره خط کد بعدیت رو بنویسی. الان نگاه کن به من هیچ اروری نمیده اگه من سمیکالن نذارم. اگه یادتون باشه ما توی سی اس اس مجبور بودیم سمیکالن بذاریم، برای چی؟ برای اینکه من بتونم پراپرتی ولیو بعدی رو بنویسم. توی جاوا اسکریپت بهتون این کمک رو میکنه که آقا حالا حتما نذاشتی هم نذاشتی هیچ اشکالی نداره، ولی حتما من نیو لاین بکنی، یعنی باید بری یه دونه لاین جدید شروع کنی نوشته. اگه من بیام اینجا دوباره بنویسم document مثلا دات رایت و یه اوکی بنویسم، ببین داره اینجا یه دونه خط قرمز برات میندازه، و اینجا اگه رو خط قرمز نگه داره برمیگرده میگه من از تو انتظار داشتم دوست عزیز یا سمیکالن بذاری یا نیو لاین بزنی، یعنی محترمانه داره بهت میگه. اگرم بیا اینجا F12 رو بزنی توی کنسول، ببینید تو کنسول خطاهای شما رو هم برمیگردونه، بعدا نحوه دیباگ کردن رو یاد میگیری توی این گزینه سورس که اینجا دارید میبینید. ما اینجا میتونیم بیایم تو بروزر دیباگ هم بکنیم، هر لحظه دیتا ها رو هم بررسی بکنیم که حالا انشالله میایم بررسی میکنیم و میبینید که به چه صورت هستش و چجوری میتونید دیباگرتون رو فعال بکنید. خب نهاکن داره میگه من این شناسه‌ای که شما دارید استفاده میکنید یا این آیدنتیفایری که دارید استفاده میکنید، نهاکن داره سینتکس ارور بدنه. سینتکس ارور یعنی چی؟ یعنی یا سمیکالن نذاشتی یا نیو لاین نکردی. حواست به این قضیه
باشه. خب میام اینجا، پس جزء قوانین یاد بگیر هر خط کد جدید که اومدی بنویسی باید چیکار کنی؟ حتما اینتر بزنی. توی پایتون هم این شکلی، یعنی شما اگر اینتر نزنی نری دستور بعدی ازت ارور میگیره. دستور بعدی میتونه تعریف کردن متغیر باشه، میتونه اینیشیالایز کردن متغیر باشه، هر چیزی میتونه باشه. کل هم اگر اومدی از جاوا اسکریپت استفاده کردی خط کد تمام شد، لطف کن اینتر بزن. نزدی حوصله نداری سمیکالن بزن. معمولا ما سمیکالن رو میذاریم عادتیه، ولی توی جاوا اسکریپت گفته نیاز نیستش. یعنی شما اگه همون نیو لاین میکنید میگه من میفهمم، نیاز نداره که سمیکالن رو بزنید. خب در مورد سمیکالن بود. خب پایتون هم به همین شکله، حالا پایتون هم خیلی از لحاظ شبیه میشه به جاوا اسکریپت. این از این. گفتم میخواید وریبل بیاید تعریف بکنید توی جاوا اسکریپت، از var let const، فعلا const رو در نظر نگیرید، بریم در مورد var شروع کنیم صحبت کردن. چجوری من میتونم متغیر تعریف کنم؟ ببینید تعریف کردن متغیر تو همه زبان‌های برنامه‌نویسی همه شبیه به هم دیگه است و شما باید یه سری قوانین رو رعایت بکنید. یک، حق نداری اول متغیرت اگر میخوای تعریف بکنی این مقادیر رو قرار بدی. اون موارد کیبورد بالات هست، بیای علامت نات بذاری، ایشون یعنی نات کننده، ایشون یعنی ادساین چی؟ بزرگش خوبه؟ در واقع شارپ، دالر، درصد، حت، توان، اند، امپرساین، مالتی، پرانتز باز و بسته، این داش یا هایفن یا پلاس. نمیتونی اینا رو بذاری، حق نداره، جز قوانینه. بعد گزینه بعدی، شما میتونید به سه نوع بیاید متغیرتون تعریف بکنید. کامل کیس. کامل کیس چجوریه؟ حروف کوچیک به کار ببری، ایکس، ایگرگ، تی. اگر دو پارامتری بودش یا دو کلمه ای بود بعد به این صورت بنویسید. مثلا فرست، نگاه کنید حرف اول کلمه اول کوچیکه، حرف اول کلمه دوم بزرگه. به این حالت هم فرست نیم، لاست نیم، فادر نیم، مثلا فون نامبر، به این میگن چی؟ کامل کیس. معکوس این بهش میگن پاسکال کیس. چی بشه؟ پاسکال کیس چجوری بشه؟ مقادیر بزرگ باشه. من کمتر برنامه نویسی دیدم پاسکال کیس بنویسه، ولی ممکنه هستش که بنویسه. پاسکال کیس یعنی چجوری؟ مثلا بنویسم first name، father name، مثلا بنویسه یه دره underscore. چجوری؟ مثلا شما میای میگی first name، دو کلمه یا رو میای با underscore میای جدا میکنی. نه یا اینجوری بنویسی first dash name، این یعنی بیا کم کن از هم دیگه، این dash اصلا معنا نده. first name، last name، father name، یا بخواید در واقع تک کلمه استفاده بکنی x underline y. اینا برای متغیرهای پرایوت استفاده میشه توی شیگرهای توی کلاس ها. اینجوری قشنگ نیست، بحث قشنگ نمیشتنش، اگر نمیتونید بنویسید مشکل هم سعی کنید استاندارد بنویسید دیگه، استاندارد نویسی کنید. خب کامل کیس داریم، پاسکال کیس داریم و حالت اندرسکور یا مجارستانی هم بهش میگه. خب بریم ببینیم چجوری میتونیم متغیر تعریف کنیم. مثلا به طور مثال من بنویسم var first name. خب این حالت که مینویسید چه اتفاقی میفته؟ میاد یه متغیر var، یعنی این که من بیام یه متغیر تعریف بکنم. این نحوه تعریف کردن متغیر توی جاوا اسکریپت هستش، یعنی یه var حتما باید پشتش بذاری. خب توی مثلا PHP به جای var دالر میذارن، توی پایتون اصلا هیچ چی نمیذارن، پایتون این شکلیه، یه first name نیستی ولش میکنه خودش متغیر تعریف شد. ولی توی جاوا اسکریپت var باید شما قبلش بذاری. ولی تو زبانه دیگه مثلا حتما باید مشخص بشه استرینگ اینت، بایت، دابل، لانگ، هر چی که هست باید شما پشتش مقدارش رو بذاری. من میبینیستم var first name و ولش کردم. خب این چه اتفاقی میفته؟ میاد میره توی رم شما
یه آدرس حافظه رو به خودش اختصاص میده، اون دیگه بحث معماری کامپیوتر کاری نداریم، میاد میره یه اسم در واقع به خودش اختصاص میده، حالا من مثلا فرست نیم یا آدرس مموری یونیک هم برای خودش، یونیک آدرس حافظش حتما باید مقدار یونیک باشه، و اینجا دیتاش هم چی میشه؟ هیچ چی نذاشتید. اگر من بیام اینجا کنسول دات لاگ بگم، این کنسول دات لاگ رو یه سره میذاریم، برمیگردیم دستوری داریم به نام تایپ آف، حالا باش کم کم آشنا میشیم، تایپ متغیرها رو برمیگردونه. اگه فرست نیم بذارم ایشون رو چی برمیگردونه؟ ایشون رو آندیفاین برمیگرده. آندیفاین یعنی چی؟ تعریف نشده. چرا تعریف نشده؟ یعنی اولا ایشون اصلا رمی رو برای خودش اشغال نمیکنه. چرا؟ چون دیتایی توش ریخته نشده. نحوه ریختن دیتا در متغیرها توی همه زبانهای برنامه‌نویسی مساوی، یعنی اساین کردن سمت راست هر چی که هستش بریز توی سمت چپ. من اینجا به طور مثال می‌نویسم تورج. چه اتفاقی افتاد؟ مقدار تورج ریخته شد تو کجا؟ توی فرست نیم. عملا توی این قسمت، توی در واقع متغیری که شما توی رم تعریف کردی، که رمتون رو اگر بیارید اینجا تو تاسک منیجرتون، اینجا مموری شما که در حال حاضر هستش و این وب استورم من داره رام میشه، الان عملا اومده توی وب استورم یه متغیری درست شده که از طریق وب استورم به نام فرست نیم وریای چی ریخته شده توش؟ مثلا تورج. خب و الان من بیام اینجا برگردم بگم کنسول دات لاگ فرست نیم، چه اتفاقی میفته؟ بیام اینجا به مقدار تورج رو داره میخونه. از چه جوری فهمه؟ نه آقا خودش میدونه که این فرست نیم ببینید مقدار ایکس داره جلوش. توی جاوا اسکریپت، توی ریاکت، تو انگولار، تو ویو، هر وقت دیدید کنار یه متغیر ایکس هستش یعنی ایشون وریبل، ایشون یعنی وریبله. تایپش هم جلوش برات گذاشته به نام استرینگ. استرینگ چیست دوستان؟ هر وقت توی هر زبانی بودید توی دابل کوتیشن بینش هر چیزی نوشته شد، اینی هر چیزی نوشته شد یعنی چی هستش؟ ایشون از نوع استرینگ هستش. حالا یکی برمیگرده میگه که من سینگل کوتیشن هم دارم میذارم توی پایتون، پی اچ پی و جاوا اسکریپت توش هر چی می‌نویسم. ایشون هم برمیگرده میگه استرینگ. آره به ایشون هم میگن استرینگ، ولی این کار رو نکنید و شما یه راه رو همیشه داشته باشید برای حل کردن تو، بعدا میفهمید برای چی من دارم دابل کوتیشن میذارم و تو بین دابل کوتیشن مینویسم. پس این عملا من اومدم دیتایی ریختم به نام استرینگ توی متغیری به نام فرست نیم. اگر بیا اینجا کنترل اسپیس هم بزنید فرست نیمتون از نوع استرینگ، شک دارم. خب اگر بخواید بفهمید که یک متغیر تایپش چیه، کافی هستش که از دستور تایپ آب استفاده کنید. بیاید اینجا فرست نیم رو جلوش قرار بدید، سمیکالنتون رو سعی کنید بزنید. میاید اینجا ببینید مقدار رو برمیگردونه چیه؟ استرینگ. خب میام اینجا، میام اینجا یه متغیر دیگه درست میکنم به نام مثلا last name، قرار میدم مثلا به نام آرمین، ور اج 34، ور ایمیل مثلا t@t.com و یه دونه ور ادرس مثلا تهران ری همچی چیز. خب الان این متغیره من اومد همه رفت توی رم تشکیل شد، برمیگردم میگم console.log، برمیگردم میگم که first name، بعدی last name، بعدی مثلا age، بعدی کنترل دی دارم میزنم ایمیل، بعدی ادرس. میام اینجا تورج آمین 34t@t.com تهران ری. چه اتفاقی افتاد؟ رفت تک تک دیتا هایی که رفتش توی رم تشکیل شد، متغیراش، دیتا هایی که داخلش بود رو خوند. میخوام تایپ هاشون رو یاد بگیرم، یه دارم ور چک میذارم اینجا، مینویسم ترو، یه سمیکالن میذارم، میام تک تک اینها رو میخوام یاد بگیرم. سنو تایپ رو ما امروز میخوایم کار کنیم، یاد بگیریم. سه نوع تایپ داریم فعلا: استرینگ، نامبر عددی. اینجا نامبر عددی فلوت داشته باشی، دابل داشته باشی، نامبر اینتیجر داشته باشی، نه اینا نداری. اینجا جاوا اسکریپت راحت کرده کارتون، عین پایتون، عین پی اچ پی. نامبر الان دیتا عددی رو به شما نامبر برمیگردونه، استرینگ استرینگ. یه دونه دیگه هم داریم باش که بهش میگم بولین یا
یه آشنا هستن دوستان که برنامه‌نویسی کار میکنن، بولین ها میشن چی؟ ترو یا فالس. ترو یا فالس خودم. خب در موردش صحبت میرم اینجا. الان من برمیگردم میگم تایپ آف، این تایپ آف رو یک سره دم دستتون هست، از این به بعد استفاده میکنین. فرست نیم، لاست نیم، ایج، ایمیل، ادرس و در نهایت گزینه چک. میام اینجا منهایی که دیتا رو چاپ کرده ببین، اولی دومی رو گفته استرینگ، سومی 34 نامبر، چهارمی تی ات ساین تهران رای رو گفته استرینگ و آخری هم گفته بولین. حالا اگه آینه میکردم مثلا 34 ممیز یه دهم، یه مامه، 34 سال یک مامه چی شد؟ باز هم همون گزینه نامبر رو برگردم و چیزی به نام فلوت دابل ندارید. نامبر، نامبر فقط نامبر. خب تعریف کردن تایپ های متغیرها، سن و تایپ رو ما فعلا یاد میگیریم به نام string، number، boolean. این ستایی هستش که فعلا یاد میگیری. بعداً یه چیز دیگه اضافه میشه به نام object. object ها مثل چی؟ array، مثل undefined. مثل نال، نال هم آبجکت، مثل خود آبجکت. آبجکت یعنی چی؟ یک نمونه از یک کلاس. اینها رو هم بعدا یاد میگیم. کلا هم 6 هفته متغیر، از 6 هفته نو بیشتر متغیر نداره، خیلی ساده تر میشه از زبانهای دیگه. ولی خب شما اولا بتونید جاوا اسکریپت رو یاد بگیرید، خیلی راحت میتونید جاوا رو یاد بگیرید، خیلی راحت میتونید پی اچ پی رو یاد بگیرید. یه زبان برنامه‌نویسیه و زبان برنامه‌نویسی دیگه هم آنچنان فرق خاصی نداره. خب نحوه تعریف کردن متغیر، نحوه که چجوری میتونیم متغیر رو تعریف بکنیم و از ور هم اومدیم اینجا استفاده کردیم. دیدید تایپ آف رو هم باش آشنا شدید. سوال هست بپرسن همه اوکی؟ روش اگه نگه دارید برمیگرده میگه که جای این بیا از let و const استفاده کن. خب نه، به خاطر اینکه جاوا اسکریپت اومد استاندارد شد به نام اکما اسکریپت، میگن دیگه اکما اسکریپتی بنویسید. خب اکما اسکریپت رو در واقع اومدن علمش کردن برای اینکه شما استاندارد نویسی کنید جاوا اسکریپت. خب برای اونه، حالا کم کم در موردش صحبت.